نشست کارشناسی چالش های روبروی بازسازی عراق به میزبانی اندیشکنه هادسن در واشنگتن برگزار شد. در حاشیه این نشست که با حضور سفیر عراق در آمریکا برگزار شد، مایکل پریجنت تحلیلگر این اندیشکده در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که حضور عربستان سعودی در عراق تضادی با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در این کشور ندارد. وی که در اجلاس بازسازی عراق که هفته گذشته در کویت برگزار شده شرکت داشت، گفت که کشورهای عرب همسایه عراق به این نتیجه رسیدند که حضور در این کشور در چارچوب منافع ملی و امنیت داخلی اشان است. گزارشی ببینیم از فرهاد پولادی. عربستان سعودی با میانجگری آمریکا تصمیم به سرمایه گذاری میلیارد دلاری در عراق گرفته است. این تصمیم در اجلاس بازسازی عراق که کووید میزبان آن بود اعلام شد. آقای پریجنت در گفتگو بخش فارسی صدا آمریکا میگوید این سرمایه گذاری و حضور ریاض منجر به درگیری بین دو قدرت منطقی یعنی ایران و عربستان به مانند آنچه در یمن میگذرد نخواهد شد ایران و دولت بغداد هر دو از سرمایه گذاری عربستان سعودی در مناطق و صنایعی که در تضاد با نفوذ ایران نیست استقبال می کنند. مانند مدلی که در لبنان و حتی در سوریه وجود دارد. ما شاهد سرمایه گذاری عربستان در آن مناطق هستیم. راهبرد ایالات متحده این است که متحدان سنتی خود را برای مقابله با گسترش نفوذ ایران از طریق سرمایه گذاری در عراق تشویق می کند. حال نگرانی من این است که پولی که این کشورها برای سرمایه گذاری به عراق فرستادند با توجه به نفوذی که تهران در دولت بغداد و در بخش های نفت، ارتباطات، ساخت و ساز و راه و ترابری دارد به دست ایران بیفتد. بنا به اعلام مقامات ریاض در کنفرانس بازسازی عراق عربستان سعودی نه تنها بخش عمده از بدهی پیشین عراق را نادیده گرفته بلکه قول سرمایه گذاری حدود نیم میلیارد دلاری در این کشور شیعه محور در همسایگی شمال خود را داده است آقای پریجن گفت یکی از دلایل حضور کشورهای مانند کویت و عربستان سعودی در عراق به مانند ایران داشتن مرزهای طولانی با عراق است کویت <polarization> از سرمایهگذاری خود در عراق به خاطر داشتن مرز مشترک سود خواهد بود. کویت در بصره و شهرهای اطراف سرمایهگذاری خواهد کرد. عربستان سعودی نیز به خاطر مرز مشترک طولانی با عراق می تواند با سرمایهگذاری به ثبات آن کشور و امنیت خود کمک کند. به ویژه با سرمایهگذاری در مناطق اهل سنت که داعش و دیگران آنها را کاملا نابود کردند. اما عربستان سعودی و دیگر کشورها باید با صاحبان پروژه ها این شرط را بگذارند که پولشان به دست ایران نمیافتد. آمریکا در اجلاس بازسازی عراق به کشورها و صاحبان سرمایه این امر را گوشزد کرد که برای حفاظت از سرمایه خود و تحریم نشدن با شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران همکاری نکنند فرهاد پولادی صدا آمریکا